رضا طالبی روزنامه نگار از برلین همراهمون هستند. آقای طالبی خوش اومدید. نگرانی اصلی آمریکا از ادامه پروژه خط لوله گاز ایران پاکستان چیه؟ سلام عرض ادب خدمت شما بینندگان محترم. خب ما میدونیم از 1990 این پروژه شروع شد و قرار شد که تقریبا این خط لوله هم گاز پاکستان هم هند رو تامین بکنه. خب در 2014 هند از این خط لوله کنار کشید و تلاش کرد که با استفاده از خط لوله تاپی از ترکمنستان به افغانستان این گاز رو تامین بکنه، علارغم اینکه خود پاکستان دچار مشکلات اقتصادی به ویژه در مورد تامین انرژی است و تقریبا 70% روستاهای پاکستان گاز ندارن، 1/4 شهرهای پاکستان از گاز میتونن استفاده کنن و بدهی های پاکستان در بخش انرژی هم زیاد شده و حتی هزینه های انرژی در مورد گاز شهری هم بسیار بسیار افزایش پیدا کرد. این خط لوله که به نوعی در دوران قبلی آقای آصف علی زرداری هم به صورت جدی پیگیری شد و امروز هم ایشون دوباره رئیس جمهور هستن، علارغم اینکه خب سخنگوی وزارت خارجه پاکستان خانم بلوچ گفته که نیازی به معافیت های مجوز های ایالات متحده نداره، ولی وزیر نفت وقتی آقای مصدق مالک میاد صحبت میکنه که مثل دنبال معافیت تحریمی از ایالات متحده هستیم. در مورد صداهایی هم که در مورد ایالات متحده بلند میشه، علارغم اینکه آقای متیو میلر نسبت به این مسئله هشدار داده، آقای دونالد ترامپ دستیار وزیر خارجه ایالات متحده در آسیای جنوبی هم چهارشنبه گفت که این خط لوله رو متوقف خواهند کرد. مهمترین مسئله ای که در اینجا ایالات متحده رو نگران میکنه این هست که به نوعی فشار چین و روسیه هست. چین از یه لحاظ تلاش رو بر این داره که مانع از این بشه که خط لوله تاپی مجددا برقرار بشه، چون طالبان در روزهای اخیر فشارهای زیادی رو بر ترکمنستان وارد کرده به واسطه هندوستان که این خط لوله رو فعال بکنن. از سوی دیگر هم روسیه نمیخواد که گاز ایران علارغم ناترازی انرژی در جمهوری اسلامی ایران و علارغم اینکه سیستم انرژی جمهوری اسلامی ایران دچار مشکلات زیادی است و تحریم هاست، نمیخواد که وارد اروپا بشه. تلاش چین به واسطه سرمایه گذاری هایی هم که در بندر گواتر انجام داده و ایجاد پالایشگاه و پتروشیمی در اونجا که در حال تکمیل هست، 30 میلیارد دلار در اونجا سرمایه گذاری کرده، این هست که به نوعی هم مانع انتقال گاز از ترکمنستان به هندوستان بشه و هم با سرمایه گذاری که در این خط لوله داره انجام میده به نوعی انتقال گاز رو به پاکستان محدود بکنه و وابستگی ایران و پاکستان رو بیشتر بکنه. آنچه که مشخصه نگرانی ایالات متحده از این مسئله بیشتر از جمهوری اسلامی ایران، خطر چین و روسیه در زمینه انتقال انرژی. با توجه به تنش‌های اخیر بین ایران و پاکستان، این توصیه از سوی آمریکا میتونه باعث بشه که ایجاد تنش‌های جدیدی بکنه در روابط دو کشور بین ایران و پاکستان؟ خب ببینید، قبلا تلاش‌های ایالات متحده خب تأثیرش رو بر این مسئله گذاشته بود. دولت پاکستان علارغم اینکه هم به انرژی وابسته است و هم روابط خوبی رو با چین داره، ولیکن میتونه از این خط لوله به عنوان یک اهرم فشار استفاده بکنه. پاکستان شدیداً نیاز به انرژی داره و در این زمینه دچار بحران هست، علارغم قراردادهایی که با سایر کشورها به ویژه قطر در این زمینه امضا کرده بود، ولیکن هنوز این خط لوله رو نتونسته تکمیل بکنه و تلاش رو بر این داره که 81 کیلومتر تا بندر گواتر رو تکمیل بکنه. علارغم اینکه هنوز جمهوری اسلامی ایران مدعی است که این رو تکمیل کرده، 250 کیلومتر از این خط لوله هنوز در حال ساخت است. اما همه این مسائل به نظر من شاهد یک تنش و یا درگیری بین پاکستان و ایران نخواهد بود، چون آنچه که مشخص است ورود چین به این مسئله به نوعی تلاش رو بر این داره که صلح انرژی رو بین پاکستان و ایران برقرار بکنه. ایالات متحده قبلا این تلاش ها رو انجام داد و شاید این تلاش ها به نوعی با ساختن یک آلترناتیو انرژی برای پاکستان بتونه که محدود بشه. ممنون از توضیحاتتون. رضا طالبی روزنامه‌نگار از برلین ما رو همراهی کردید.